سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. توی این ویدیو قراره که با هم دیگه بریم بهترین ترکیب هجومی رو واسه PSG بچینیم. همونجور که ازتون توی تلگرام پرسیده بودم، اکثرتون گفتین که ترکیب واسه PSG بذاریم. پس قراره که امروز یکی از بهترین ترکیب‌های هجومی رو واسه PSG بچینیم. علاوه بر این که این ترکیب روی تیمای دیگه هم جواب میده، فقط باید شرایطی که توی ویدیو میگم رو توجه کنین بهش که بتونید توی تیمای دیگه هم اجراش کنین. این یه ترکیبیه که خودم دارم 3-4 روز تستش می‌کنم و اگه به چیزایی که توی ویدیو میگم توجه کنید میتونید بهترین نتیجه رو از ترکیب بگیرید. پس امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. خب الان از اول کار میخوایم این ترکیب رو بچینیم. یه ترکیب 4-3-3 رو انتخاب میکنیم، مثلا همین 4-3-3 4-2-1-3 رو انتخاب کنید شما هم. بعد از اینکه اینو انتخاب کردین، 4 تا اینا رو میاریم به سمت عقب، دفاعهای وسطمون یا همون دفاعهای آخرمون. بعد اینا رو 2 تا به سمت عقب، 2 تا به سمت داخل. سمت راستم همین رو انجام میدیم، اینا رو دونه دونه انجام میدیم. بعدش میریم سراغ این که بازیکنای اصلی رو بیاریم داخل. یه دونه کلا ما هافبک دفاعی میخوام که این وسط باشه، که حالا الان بهتون میگم کیا رو بذارین. یه دونه هم اینجا هافبک وسط و یه دونه هم اینجا ما نیاز داریم که AMF یا همون هافبک هجومی داشته باشیم. بقیه بازیکنام به صورت SS، بعضی هاشون هم به صورت CF یا همون سنتر فوروارد، که بهتون میگم چی به چیه. اینجا سنتر فوروارد کنین امباپه رو، این هم سنتر فوروارد کنین، بجای ایکاردی بیارین. بعد از اینکه این کار رو انجام بدین، این دوتا رو سنتر فوروارد کردین، نیمار رو سنتر فوروارد نکنین، همون SS بذارین باشه. توی دفاع مارکینیوش خوبه، اما این بر ما کیمپمبه رو بیاریم به نظرم بهتر. اگه شما به DMFشون نگاه کنین، کیمپمبه دفاعی بهتری داره، پس ما کیمپمبه رو میاریم سمت چپ. هم ما خوان برنارد رو میاریم سمت راست. استم که به نظرم فلورنزی بهتر از فورزوبا باشه. آره فلورنزی رو میذاریم اینجا، جایی که خیلی مهمه، DMF واسمون خیلی اهمیت داره. برای همین ما اینجا دستمون بازه واسه گذاشتن DMF. میتونیم وراتی رو بذاریم، پارادس رو بذاریم یا کسای دیگر رو بذاریم، اما واسه انتخاب کردن DMF همیشه حواستون باشه که DMF رو انتخاب کنید که دفاعی بهتری داشته باشه نسبت به بقیه بازیکنایی که میخواین قرار بدیم. مثلا وراتی اینجا خوبه DMFش مثل DMF دنیلوه، اما استقامتش کمه. ما اینجا یکی رو میخوایم که استقامت خوبی داشته باشه، دفاع خوبی هم داشته باشه. این دوتا توی اولویت واسه DMF ها. پس دنیلو میشه DMF ما. CMF هم یکی رو انتخاب کنید که هم دفاع خوبی داشته باشه، هم بتونه پاس خیلی خوبی بده. پس اینجا ما کیو میتونیم انتخاب کنیم؟ اینجا وراتی هم خیلی خوبه، پاس خیلی خوبی داره، دفاع خیلی خوبی هم داره، سرعتش هم خوبه. اینجا وراتی گزینه خوبیه. AMF رو بذارین همین دیمالیا باشه، یکم وراتی رو ببرم جلوتر. اینجا هم اینا رو تا آخر ببرین جلو، اینجا رو من ایکاردی گذاشتم به خاطر اینکه AMF بتونیم از دیمالیا استفاده کنیم و از سرعتش استفاده کنیم، و ایکاردی گذاشتیم نوک به خاطر اینکه بتونیم از قدرت بدنی خوبی که نسبت به دیمالیا داره استفاده کنیم. بریم توی تنظیمات اتک، دیفنس، ادوانس و در آخر هم لایه کردن تیم‌ها. ما ترکیبمون اینجوریه که می‌خوایم با پاسکاری نم نم توپ جلو ببریم و نمی‌خوایم یک دفعه بازیکن‌ها برن به سمت جلو و بین هافبک و مهاجم فاصله زیاد ایجاد بشه. پس ما همین گزینه واسمون خوبه، شورت پاس هم خوبه، اتکینگ اریا سنتر باشه که می‌خوایم از وسط بریم. پوزیشنینگ هم بذارین روی فلکسیبل نذار، روی فلکسیبل نذار، چون جابجاییشون خیلی زیاد میشه. ساپورت رنج رو به نظرم 3 تا خونه خوبه، اما می‌تونین 4 تا خونه هم پر کنین. توی دفنس ما نمی‌خوایم همه برگردن توی دفاع، بنابراین این گزینه رو انتخاب نمی‌کنیم. گزینه بعدی، چون ما می‌خوایم که دفاعمون جوری باشه که وسط رو پوشش بدیم و کنارها رو باز بذاریم، رو حالت واید قرار میدیم که بتونیم وسط رو خوب مدیریت کنیم، از وسط نزنن دفاعمون رو باز کنن. گزینه بعدی هم واسه پرسینگ همین خوبه، اما اینجا توی خط آفساید و فشردگی دفاعتون، خط آفسایدمون نمی‌خوایم زیاد جلو باشه، پس به اندازه همون 6 تا خونه خوب پر کنیم. بنظرم فشردگی دفاع هم همون به اندازه 6 تا خونه خوبه، حالا بسته به دفاع خودتون و حالت بازی کردنتون و اینا شما میتونید تغییرش بدین. توی اتمس اتک یک که خیلی مهمه، اتک یک رو بردارین و بذارین روی دفنسیو دنیلو، همون DMFتون دیگه. اتک دو رو کار نداریم، دفنس یک و دفنس دو رو دوتاشو کانتر تارگت میخواییم، اما روی بازیکنهای متفاوت. کانتر تارگت ایکاردی رو میخواییم با کانتر تارگت امباپه، که ایکاردی و امباپه دیگه عقب نیان، اون جلو باشن،
بتونیم روی ضد حمله ها ازشون استفاده کنیم و نیمار هم حالا یکم به خاطر اینکه اس اس عقب تام میاد که بتونیم توپو به جلو برسونیم. آخرین گزینه لایه کردنه که این رو ما باید آن کنیم و حالا که الان دارین میبینید اون بالا سه تا نقطه باز همون اضافه شده که میتونید شما با شوک سمت راستتون عوض بدلش کنید و هر کدوم معنی داره. خب الان سه تا لایه میشه تیم. از کیک آف زمانیه که بازی میخواد شروع بشه، تیم میگه ترکیب زمانی که بازی میخواد شروع بشه چه جوری باشه. گزینه بعدی هم بهمون میگه که ترکیبمون موقعی که میخوایم حمله کنیم چه جوری باشه. آخرین گزینه هم که اوته بهمون میگه که در زمانی که توپ از دست بازیکنمون خارج شد ترکیبمون چه جوری باشه، یعنی در زمان دفاع کردن ما هر کدوم از اینا رو باید درست کنیم. از کیک آف رو بزنیم روی همین کسب باشه. ما میخوایم حالا بریم توی گزینه بعدی، گزینه ای که بتونیم توی هجوم بازی کردن بگیم که بازیکنامون کجا قرار بگیرن. توی این گزینه ما وراتی رو به اندازه 3 تا میبریم جلوتر، دیمالیا هم به اندازه 2 3 تا میبریمش جلوتر، وان برنارد و فلورنزی فعلا کاری نداریم جاشون خوبه. اما توی دفاع کردن وان برنارد رو بعد 2 تا بیاریم عقب، فلورنزی هم باید 2 تا بیاریم عقب که توی دفاع بتونیم راحت گوشه ها رو ساپورت کنیم. و در آخر هم وراتی جاش، وراتی و دیمالیا جاشون خوبه اما میتونید که باز دوباره 2 تا بیارینشون عقب‌تر که یکم بهتر بازی کنین، اما مهاجماتون رو یکم عقب‌تر بیارین به اندازه دوتا که توی ضد حمله بتونید نتیجه بهتر رو بگیرین. پس این شد از لایه کردن. اما توی پلیر ستینگ کورنر سمت چپو، یعنی کورنر اون گوشه سمت چپو بدیم به نیمار بزنه، کورنر سمت راستو بدیم به دیماریا بزنه، دوتاشون خوب میزنن. اما اینجا پلیر جوین اتک، یعنی زمانی که شما میخواین کورنر مثلا استان کنین روی دروازه حریفتون کدوم بازیکناتون اضافه بشن، اگه میخواین که هجومی بازی کنید این دوتا رو انتخاب کنید که بیان با ایکاردی یعنی سه تا سرزن اضافه بشن و شما بتونید راحت سر رو بزنید. اما من ترجیح میدم که اینجا امباپه و ایکاردی و دیماریا باشن. البته دیماریا خیلی تاثیر نداره اما باشه بد نیست. کسایی که توی ویدیوی ترفندهای کاربردی گذاشتم واسهتون ترفندهای کاربردی PS 2021، اینجا کسایی که واسهشون سخت جلو عقب کردن ترکیب مثلا یه پله برن بالا یه پله برن پایین کل تیمو دفاعی کنن کل تیمو هجوم میکنن واسهشون سخته، میتونن اینجا توی گزینه ساپورت ستینگ اوتو چنج اتک و دیفنس لیبر رو اینجا آن کنید، اینجا به صورت خودکار تیمتون رو جلو عقب میبره، اینجا به صورت خودکار واسهتون انجام میده. و یه گزینه دیگه هم داره اوتو آفساید ترپ هستش که اگه این گزینه رو آن کنید تو ترفنده کاربردی هم بهتون گفتم همه اینا رو، دیگه نیاز نیستش که خط آفسایدتون رو خودتون جلو عقب کنید، اینجا به صورت خودکار واسهتون انجام میده. پس ترکیبمون این شده، شما میتونید این ترکیب استفاده کنید. اما چند نکته توجه کنید، یکی این که این ترکیب یه جوری که باید صبور باشین و با پاسکاری و تیکی تاکا توپو جلو ببرین، یعنی الکی با خودتون پاس ندین رو به جلو و توپو هدر بدین. راحت الان همه جای زمین شما بازیکن دارین، فقط باید از وسط حمله کنید. با پاسکاری های کوتاهتون میتونید که بهترین نتیجه رو بگیرید، اما زمانی که دارین پاس میدین جوری پاس بدین که بازیکنتون بعد از پاس دادن بره رو به جلو حرکت کنه، یعنی اگه دارین با زد در پاس میدین کنارش الیک هم نگه دارین که بعد از اینکه مثلا امباپه پاس داد بره رو به جلو، یا اگه دارین با مثلث دارین کار میکنه که میتونید آردو رو نگه دارین که اینم همون کارو میکنه. در کل حواستون باشه که جوری بازی کنید که مالکیت توپ بیشتری داشته باشیم و بتونیم بهتر نتیجه رو بگیرین. الان هم واسهتون چند تا ویدیو گذاشتم از گل زدن دفاع کردن این ترکیب که میتونید ازش استفاده کنید و بهتر نتیجه رو ازش بگیرین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک ویدیو و سابسکرایب کردن یوتیوب فراموش نشه. دوست دارم که ویدیوی بعدی در چه باره باشه، البته که PS 2022 هم داره میاد، منتظر ویدیوی اون هم باشه. فعلا تا ویدیوی بعدی. Inevitable. The defense dealt with that really well. Neymar drives it forward.
Now, he's looked long this time. Barcelona, two up and into a position of real strength. Well, it's been an option. Paris Saint-Germain are looking desperate here, short on time and options. They need something heroic. It's Dembele. Dembele. He's got away. Oh, that's neat. What's next? It's a decent ball. Into this second half.